با درود خدمت دوستان گرامی، من فرهاد کاشانی هستم و فردا عازم تاهیتی هستم. به یکی از دوستان داشتم میگفتم، گفت مطمئنی میخوای بری اونجا؟ جایی خیلی خطرناکیه. گفتم مطمئنی که اونجا رو با هایتی عوضی نگرفتی؟ گفت آره درسته، مثل که همینه. هایتی که قبلا رفتم، کشوری در اقیانوس اطلس در دریای کارائیب، جزیره رو با یه کشور دیگه به نام دومینیکن ریپابلیک نصف میکنه. اون دومینیکن ریپابلیک نسبتاً امن و امانه، ولی هایتی یه داستان دیگه است و قبلا خاطرات رو براتون گفتم. صبح که رسیدم شاید تنها توریست توی هواپیما من بودم و وقتی اومدم از فرودگاه بیرون 50 تا راننده تاکسی فقط دنبال بیزنس من بودن، چون کسی دیگه نبود که حالت توریست داشته باشه. به هر حال یکی رو گرفتم و اونی گرفتم که به من بهترین تبلیغ رو کرد. گفت در تاکسی من شما ایمن خواهی بود. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه رنگ شیشه هم سیاه، شما معلوم نمیشه تو ماشین هستید. خب دلایلش خوب بود، جالب بود. به هر حال فقط بهش گفتم من از حالا تا ساعت 3:30 به ازور بچرخون در پورتو پرنس پایتختتون، فقط ببینم، نه میخوام پیاده شم، نه نهار بخورم، نه توالت برم، نه هیچی. و همین کارو کردیم و ما رو برد فرودگاه و پسمون داد. و شنیدم حتی بعضی تاکسی رو دنبال میکنن در هایتی و یارو رو مسافر رو میکشن، چمدونشو میدوزن. خیلی بدبختی زیاده. یعنی بعد از زلزله‌ای که اینا داشتن، نمیدونم 2011 بود یا 13 بود، مثل که دیگه هیچ چیو دست نزدن. آشغال تو خیابون، کیسه‌های آشغال مثل که 7 8 سال مونده و خیلی وضع افتضاحی. یعنی یه حکومت مثل که مثلا بدون دولت. البته دولتی هم داشتن که رئیس جمهورشون پارسا پیراسال کشته شد، معلوم شد که یه کشور خارجی مثل که اونجا کودتایی کرده. به هر حال اینجا اونجایی نیست که من میرم، دارم میرم به تاهیتی. تاهیتی قلمرو یا تریتوریست از کشور فرانسه، شماره 238 برای من خواهد بود از کشورها و قلمروها. و اینو بعد مدت‌ها پیش می‌رفتم ولی فاصله دورش و اینا هی گذاشتم تا بالاخره فردا دارم میرم. پرواز از اینجا سان فرانسیسکو به لس آنجلس، از لس آنجلس تازه پرواز میره به اونجا، چون جنوبتر از اینجاییست که ما هستیم. و فکر کنم 11 ساعت یه همچیزی پروازشه، شاید هم مجموعاً از اینجا تا لس آنجلس و بقیهش 11 ساعت باشه. به هر حال ببینیم که تاهیتی چجور جاییه. همیشه اسمش رو شنیده بودم، سالیان سال بالاخره اونجا رو هم باید بریم ببینیم. فصلش نمیدونم درسته، بهترین فصل الان نیست، ولی موقعیت برای من از نظر زمانی و اینا خوب بود، گفتم الان برم. زبون فکر کنم زبون فرانسه است و پولش هم فکر کنم فرانکی است که در مستعمره های فرانسه استفاده میشه، یه اسم به خصوص داره، CFC یا همچین چیزی. ولی دلار هم ظاهرا همه جا قبوله. و سفرم هم کوتاه، 5 روز بیشتر نیست که از این 5 روز فکر کنم 2 روز فقط در راه رفت و برگشت خواهم بود، یعنی 3-4 روز اونجا بیشتر نخواهم بود. یه تصمیم دیگه هم گرفتم، گفتم بعد از 4000 تا ویدیو از این بعد ویدیو سفر که بخوام درست کنم، کلاهی رو که مربوط به سفر باشه میذارم سرم، مثل این که مال گرینلنده یا یکی دیگه دارم مال قطب جنوبه. ویدیو هواپیمایی باشه، کلاه هواپیمایی میذارم، F22 یا دایموند DH42 یا هر کلاه دیگه که گرفته باشم بعدن. اگر راجب دیگه ماشین باشه، کلاه فراری دارم، کلاه تسلا دارم، میتونم اونا رو بذارم. در مورد مدیریت نمیدونم، اگه کلاه داستان مدیریت بود چه کلاهی رو باید بذارم، و اگر در مورد سیاست بود چی، شاید باید مثلا یه کلاه ترامپ بخرم، Make America Great Again، اونو بذارم سرم، مثلا بگم خب ویدیو سیاسی راجب ترامپه. یا برای مدیریت هم نمیدونم چیکار باید بکنم. به هر حال این خلاصه تغییرات جدیده. یه سری هم یه دونه آرتفیشال اینتلیجنس رفتم عضو شدم، یک دونه اپی رو که سالی 33 دلاره، بعدم 8 دلار میدید که براتون با توجه به 20 عکسی که بهش میدید میتونه براتون انواع و اقسام چیزا رو درست کنه. و من گفتم برای من اواتار درست کنه، با 20 عکس خودم کلی اواتار درست کرد که از اینا واقعا 11 تاش
شباهتی به خودم داره حداقل از دید خودم. اونا رو همه رو سیو کردم، باش یه ویدیو یه دقیقه درست کردم که براتون میذارم، شاید مثلا قبل از این ویدیو گذاشتم، که اواتار منو میبینید، که ببینید که آرتفیشل اینتلیجنس بعد از دیدن 20 تا از عکسای من به چه نتایجی رسیده. این خیلی جالبه. اینم باز از کارهایی است که آرتفیشل اینتلیجنس میکنه. اسم اپش هست AIRT. AIش که آرتفیشل اینتلیجنس، RT هم آرت، AIRT به معنی هنر، RT حالا کلمه مثلا هنری، البته کلمه RT در انگلیسی معنی نداره، ولی خب اسم شرکت. به هر حال یکی دو هفته است که وقت دارم بخوام کنسل بکنم. نمیدونم اگه کنسل بکنم تمام این عکسام کنسل میشه یا این 8 دلاری که دادم بابت عکسا کماکان شارژ میشه، فقط 33 دلار کنسل میشه، باید ببینم. ولی چیز جالبیه، میگه که حتی ویدیو رو هم میتونه با آرتفیشل اینتلیجنس عوض کنه. باید یه ویدیو بهش بدم ببینم چیکار میکنه، ببینم ارزش داره که از اون کارم استفاده بکنم یا نه. این هم از این، و دیگه بقیه رو میذاریم برای همین سفر. هنوز درونم مطمئن نیستم با خودم میخوام ببرم یا نه، چون مشکلات تو فرودگاه و نشون دادن باتری و اینا رو باید جدا نشون بدید و این حرفا، و بعدم آدم میره یه جاهایی که نمیدونه چقدر سیفه، چقدر ایمنه، دوربینتو میدوزن نمیدوزن، بعد تو هتل نمیتونی بذاری دیگه، همینطور هر جا میری این کیفه باید دنبالت باشه. گذاشتم فردا صبح تصمیمو بگیرم قبل از که سوار هواپیما بشم، ببینم با خودم ببرم یا نبرم، چون یه چیزی دیگه اش هم نگاتی بری تو فرودگاه مثلا بگی نه اینو نمیتونی ببری به هر علتی، دیگه آدم نمیدونه چیکارش بکنه. هواپیما داره میره، کسی هم نداری ازت بگیره و در سر میشه. یا یعنی که از اونور به مقصد برسی، اونجا بگن نه این مدل درون ممنوعه، مثلا مدل دیگه‌ش آزاده ولی این یکی شما بودی ممنوع. اینه که باید ببینم که این کار بکنم یا نکنم. در مورد دوستانی که نگران دست من بودن، که خیلی ممنون متشکر، رفتم دکتر معاینه کرد، سوال کرد، گفت برو عکس بنداز، عکس انداختم، زنگ زد گفتش که این یه ذره سفت منو میزد، یه ذره نگران میکنه، اگه شل بود بهتر بود و اگر قیافش متقارن بود منو خیالم راحت‌تر میکرد، ولی این متقارن نیست، ایسیمتریکاله، نامتقارنه. فقط خوبیش اینه که به استخونت نچسبیده. باید بری دکتر جراحو ببینی، که دوشنبه یا یک هفته دیگه دارم میرم جراحو ببینم که بگه که همون موقع یا اون موقع که فکر نمی‌کنم، فکر کنم یه دستی بزنه معاینه بکنه و بگه کی باید در بیارم به چه صورتی دیگه. هرچی هست دوشنبه یعنی یه هفته دیگه معلوم میشه. می‌بینی که فعلا من نگرانی ندارم. من دو بار قبلا سرطان واقعی گرفتم، یه بارم متهم به سرطان گرفتم بودم ولی معلوم شد سرطان نیست. می‌بینی که ترسی ندارم و ببینیم چی میشه و به من که خبردار بشم به شما هم خبر میدم. دوستان گفتودن ویدیوهای اینستاگرام و اونایی که لایوه توی یوتیوب هم بذارم. یه ذره نمیدونم چجوری باید این کارو بکنم، فکر کنم باید کپی بکنم از روی صفحه، یه مقدار اینو چیزیه که من توش ضعیف هستم. اگه بدونم چجوری میشه این کارو کرد که خب 100% این کارو خواهم کرد، ولی مطمئن نیستم. در همین به من اگه یا اگه دوستان ایده ای دارن که چجوری باید این کارو بکنن به من خبر بدن، من دقیقاً همون کارو خواهم کرد. و در ضمن اگه برای مدیریت بگن برنامه کلای مدیریت باید چه شکلی باشه، اونم میشه یک طرحی برای کلا چیز. و برای مقالات سیاسی کلا چجوری باشه، مثلا عکس بایدن باشه، عکس ترامپ باشه، عکس ایالات امریکا باشه، عکس ایران باشه، آدم نمیدونه برای سیاسی چه چیزی خوبه. اما اینو گفتم یه چیزی بگم که دوستان سوال کرده بودن که آقا یه ویدیویی هست به نام پوتین رو امریکا به وجود آورد، برو نگاه کن نظرتو بگو. نگاه کردم، مال دیپ پادکسته که من خودم به شما توصیه کرده بودم. متاسفانه این ویدیو یه ویدیوی تاریخی نیست، اینا نظر یک نفری است که یه طرفش روسه یه طرفش فرانسویه، فرانسوی هم کلا طرفدار امریکا نیستن. بنابراین درسته تو امریکا بزرگ شده ولی دو عامل یعنی دو سومش روسیه یا مخالف امریکاست، یه سومش موافق امریکاست.
نظری که ایشون داده، من 20 سال پیش با این نظر ایشون کاملا موافق بودم، چون در همون جریان اون تغییراتی که وقتی پیمان ورشو متوقف شد، به نظر من ناتو هم باید متوقف میشد، ولی ناتو نه تنها متوقف نشد، بلکه بعد از یه مدت شروع که عضوگیری کردن، خود روسیه هم میخواست عضو بشه ولی قبولش نکردن. این یه مال دکترین آقای پال ولفوویتس بود و ریچارد پرل، دو تا آدم کلیمی، معاون وزارتخونه های دفاع و وزارتخونه خارجه یه همچیزی، و خود دیک چینی و وزیر دفاعش، الان اسمش اصلا یادم نمیاد، این دکترین اینا بود در اون موقع. من شخصا با اون موافق نبودم در اون زمان، با این حرف اینا موافق نبودم، ولی بعد از گذشت زمان و دیدن پوتین و کارهایی که کرده در سوریه، در چچنیا، آبخیزیا، در جورجیا، در اوکراین، اینا، و این که مثلا ریاست جمهوریش دائمی کرده، هی خودش رو با معامل با اون نخست وزیرش مددوف جاشون رو عوض میکنن، اینا دیگه ربطی به امریکا اینا نداره. به نظر من اون مقاله رو باید میکردن که پوتین ساخت KGB، نه ساخت امریکا، اصلا ربطی به امریکا نداره. الان نظر من با 20 سال پیش متفاوته. 20 سال پیش میگم جوری دیگه فکر میکردم، ولی الان با اون کاری که آقای پال ولفوویتس و اون یکی کردن، بنده شدیداً موافق هستم. اینو به عنوان یه چیز تاریخی نباید میذاشتن توی ویدیو، چه نظر یه شخص. در فرودگاه سان فرانسیسکو منتظر پرواز به لس آنجلس و ادامه اون به تاهیتی. اینجا دو سوار هواپیما از لس آنجلس به کاپیت در تاهیتی میره. پرواز امروز با بوئینگ 767-300 ER، یعنی Extended Range، رنج طولانی، 8 ساعت و 25 دقیقه از لس آنجلس تا کاپیت. فکر میکنم پایتخت تاهیتیه، ولی اگر نباشه شهریست که اکثر هواپیما اونجا میشینه. جزء فیلم های امروز فیلم جدایی نانه از سیمین هست با شرکت پیمان موادی که من ازش به شهرک گلستان یک ساعت خریدم، اونجا ساعت فروشی داشت. فیلم بسیار خوبی هم بازی کرده. دومین باره که من این فیلم رو میبینم، ولی متاسفانه حافظه فیلمی خیلی ضعیفه، اصلا هیچ چیز یادم نیست. بنابراین این فیلم برام واقعا تولد جدید خواهد داشت. در راه تاهیتی فیلم فارسی دیدم از آقای اصغر فرهادی، خوش آمد گذاشتم، ولی فرهادش درست ننوشتم. اول کار خوش آمدگویی در فرودگاه تاهیتی، فرودگاه پاپیت. خیلی شبیه خوش آمده ایرانه، فقط تو ایران زره روسری و اینا هست.